یکی از مهره‌های باند روحانی دیروز در دیدار با روحانی گفت که باندهای مختلف رژیم در تنها موضوعی که وحدت نظر دارند نگرانی از آینده است. گزیده ای از اظهارات و مطالب مهره‌ها و رسانه‌های رژیم که الان می‌بینید و می‌شنوید اثبات صحت این حرفه. ببینید. علی نمازی، عضو سابق مجلس ارتجاع، 24 خرداد. در شرایطی که بحران‌هایی برای کشور وجود دارد و ما حساس‌ترین روزها را پشت سر می‌گذاریم، در این شرایط می‌طلبد رئیس جمهور در دیدار با رهبری و رئیس دو قوه دیگر تکلیف را روشن کند. نباید اجازه دهیم حرکت نیروهای خودسر به کشور آسیب بزند. کشور ما آسیب‌های فراوانی از این افراد خورده است. این گونه رفتارها برای کشور خطرناک است. این مطلب را از بُعد حاکمیتی نگاه می‌کنم. بعد از رهبری، قوه مجریه بیشترین نقش را دارد. وقتی این گونه خارج از اصول و قواعد به قوه مجریه معترض می‌شویم، بیشتر از همه ضررش به نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. دولت به جای اینکه حواسش به کار و تلاش باشد، مجبور است به بعضی از رفتارها عکس‌العمل نشان دهد. حسین انصاری راد، عضو سابق مجلس ارتجاع، 24 خرداد. این موضوع که مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند و این سطح نارضایتی گسترده است، هیچ شکی نیست. در ضمن، این نارضایتی فقط مختص یک طبقه یا قشر خاصی نیست و میتوان گفت تمام طبقات اجتماعی از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کشور در یک وضعیت مضیقه داخلی و مشکلات خارجی قرار دارد. باید پذیرفت که هدایت جامعه و اجرای عدالت با شعار، موعظه یا سخنرانی‌های چند ساعته درست نمی‌شود. عباس عبدی از باند اصلاح طلب، 24 خرداد. با هر کس که سخن می‌گوییم، نسبت به آینده کشور و ایران نگران است. نگران، ناامید، خسته، توصیف اجمالی از وضعیت کنونی جامعه ایران است. دوست نداریم این سخن‌ها را بگوییم، چون بیمان داریم که به افزایش نگرانی و خستگی و ناامیدی منجر شود. ولی چاره چیست؟ تا کی میتوان زبان در کام کشی؟ اگر سکوت و نگفتن چاره ساز بود، تا کنون چاره کرده بود. جامعه ما از وحدت و انسجام اولیه خود دور شده و شاید در تنها موضوعی که وحدت نظر داریم، نگرانی از آینده است. سایت حکومتی مشرق، 24 خرداد. عرضه یا ارزه؟ مشکل امروز اقتصاد کشور کمبود کدام یک است؟ ارزی سکه و دلار یا ارزی مدیریت بازار متلاطم؟ درباره معطل کردن همه فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور به پای برجام بدفرجام که متأسفانه هنوز هم چشم امید از آن قطع نشده، بسیار گفته و نوشتند و البته همچنان گوش شنوایی برای آن نیست. اگر قبول کنیم که عمدی بر نارضایتی تراشی و زمینه‌سازی برای تحمیل برجام‌های دیگری بر ملت و نظام نیست، از کنار این واقعیت نمی‌توان گذشت که عدم توانمندی تیم اقتصادی دولت با برنامه‌های نداشتهش برای اداره کشور مهمترین علت نابسامانی‌های جاری زندگی مردم و اقتصاد مملکت است و متأسفانه چشم‌انداز روشنی هم برای کنترل اوضاع وجود ندارد. جعفری دولت‌آبادی، دادستان رژیم در تهران، 24 خرداد. مردمی که هر روز گرانی، تغییر قیمت‌ها، احتکار، عدم ارزی کالا، ارزی کالای فاسد و معیوب و ده‌ها نمونه دیگر را می‌بینند، سوال می‌کنند که چرا وضع این گونه است؟ در حالی که مردم ما مستحق وضع اخیر در حوزه ارز، سکه، ماشین، گرانی و این نابسامانی‌ها نیستند و اگر دستگاه‌ها به وظایفشان عمل می‌کردند، وضعیت کشور این گونه نبود. امروز وضع کشور از لحاظ محیط زیست و جنگل‌ها روز به روز بدتر می‌شود. حسین کنعانی مقدم از باند خامنه‌ای، 4 خرداد. اپوزیسیون در تعریف درست می‌خواهد سر به تن هیچ یک از دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا نباشد. اگر قرار باشد بگوییم که تاریخ مصرف اصولگرایان تمام شده یا تاریخ مصرف اصلاح طلبان، به نظر می‌رسد که اول تاریخ مصرف اصلاح طلب‌ها تمام شده، الان دوره عبور از اعتدالگرایان رسیده. و اینها نیز اگر نتوانند که در باقی مانده دولت روحانی کارآمدی خود را نشان دهند و به وعده‌های خود عمل کنند، مردم از اینها نیز عبور می‌کنند. مردم با هیچ کس عقد و خوبت نبستند که تا آخر پای او بمانند. اصلاحات و جریان اصولگرا به عنوان جریانی که به دنبال حفظ وضعیت موجود است، هر دو دچار چالش شدند. آخون مظاهری: بدانیم دشمن الان رو اختلاف ما، به جان هم افتادن ما،
خیلی داره کار میکنه برای اون که ما را به جان هم بندازه و او کار خودش را انجام بده. کار خودش نابود کردن این نظام جمهوری اسلامی. شما را به خدا قسم، شما را به خدا قسم بیدار شوید. جمهوری اسلامی را 100% با هر چه میتوانید، با هر امکانی میتوانید زنده نگاه بدارید و بدانید دشمن نظام را هدف گرفته است.